چرا اسم امام ها در قرآن نیومده؟ ممنونم، اگر برام توضیح بدید با تشکر از شما. اولا همه چیز در قرآن به طور صریح ذکر نشده. نشده. مثلا خدای عز و جل فرموده بله قرآن نماز بخونید، تو قرآن اقیم و صلات، اما آیه ای نداریم که عدد رکعات نماز را برای ما بیان کنه. شما بله. آیه ای نداری که بگید نماز صبح 2 رکعته، یا نماز مغرب 3 رکعته، یا نماز عشا 4 رکعته. بله. و چرا همه مسلمان ها الان صبحشون 2 رکعت نماز میخونن، مغربشون هم 3 رکعت نماز میخونن، بله، عشاشون هم 4 رکعت نماز میخونن؟ چون احکام بله بجز از قرآن کریم باید از بیانات پیغمبر و معصوم گرفته بشه، چون قرآن و اهل بیت اینا کنار هم و منظور از قرآن مجموعه این دوست. اینا خوب باید داشته باشن، انشاءالله تا در بحث های آینده خواهیم گفت. قرآن یعنی این کتاب و امیر المؤمنین، اینو میگن قرآن، این مجموعه قرآنه که یکی ظاهره و یکی باطنه. اشتباه مسلمین این بود که باطن قرآن را از ظاهر قرآن جدا کردن. لذا توقع داریم که نام صریح امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه در قرآن باشه، در حالی که پیغمبر اکرم مکرر بارها فرمودن که خلفای من معصومن، تعدادشون 12 نفره، اولشون آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، آخری اونها، آخرین خلیفه الهی در روی زمین، آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس اینجور نیست که همه امور صریحا در قرآن کریمه، بلکه در قرآن و در بیانات پیغمبر اکرم. ثانیاً خدا حکمتی داشته از ذکر صریح نام امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه در قرآن. روایت می‌فرماید صونا من التحریف، این به خاطر حفظ قرآن از تحریف اومدن این کار کردن. بله. و نام ائمه را صریحاً بله در قرآن ذکر نکردن. اونایی که قدیر به این مهمی را بله انکار کردن و تحریفش کردن و کاری کردن که خبر قدیر به گوش جوانها نرسه. مسئله به این مهمترین حادثه‌ای که در زمان رسول الله اتفاق افتاد، مثل حادثه بعثت پیغمبر اکرم، مسئله قدیر بود، اما اینا کاری کردن که مسئله قدیر از ذهن خیلی پاک از ذهن خیلی پاک بشه و جوانهای ما آشنا نشه، باش آشنا نشن. همین ها چی میکردن؟ قرآن تحریف میکردن و نام علی رو از قرآن حذف میکردن. پس صونا من التحریف، برای حفظ قرآن کریم از تحریف، از ذکر صریح ائمه هدا علیه السلام در قرآن خودداری شده. و الا از نظر ذکر صفات ائمه، ذکر حالات ائمه و فضائل ائمه در قرآن، سراسر قرآنش پر از ذکر فضائل امیرالمؤمنین، اولاد امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام، آیت الله شیرازی خودمون. ایشون کتابی داره به نام علی فی القرآن، بله، 700 آیه از آیات کریمه قرآن که سند این روایات به اهل تسنن برمیگرده، 700 آیه از آیات قرآن که در شأن مولا امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده، ایشون جمع آوری کردند و کتابی شده نورانی به نام علیون فی القرآن. فی القرآن. خب حاجا به کجا میرسیم که بعضی ها میان رد میکنن؟ چه منفعتی داره برای بعضی که بیان اصلا رد بکنن آقا اصلا اسم اهل بیت در قرآن نیست؟ شیطان دیگه، شیطان نمیخواد مردم با نور امیر المؤمنین علیه السلام آشنا بشن. علت این که سجده نکرد شیطان برای آدم، برای چی سجده نکرد؟ چون خبر داشت که در صلب این آدم نوریه. بله. که این نور اگر ظاهر بشه در این عالم وجود باعث بله
باعث هدایته و اون از این جهت نمیخواست اعتراف کند به این حقیقت. شیطانه، شیطان اجازه نمیده که بندگان خدا با نور امیر المؤمنین علیه السلام آشنا بشن. اگر همه اهل عالم طبق روایتی که هست اگر جمع بشن بر محبت و دوستی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، دیگه اصلا جهنمی وجود نداشت، جهنمی وجود نداشت. نمیخواد شیطان که ما بهشتی باشیم، دوست دارد که ما چی باشیم؟ جهنمی باشیم. و جهنمی شدن ماها به اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه را نشناسیم، ائمه را نشناسیم. بله، و فکر کنیم که نام این بزرگواران در قرآن کریم نیست، در حالی که سوره هایی از قرآن در شأن اونها نازل شده. دوستان سوره مبارکه الابرار را مطالعه کنن، تلاوت بکنن با تفسیرش، ببینن در شأن چه کسیه. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ببینن در شأن کیه. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ببینن در شأن چه کسیه. اهل تسنن ببینیم درباره این آیه کریمه چه میگویند. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر کیا هستند که در قرآن کریم در عرض خدا و پیغمبر ذکر شده؟ اینا کیا هستند؟ اینا کافیه که انسان دقت کنه و مطالعه کنه.